خداوندی خدا که راضی نیستم تاوان بده به خاطر من. پاداش بزرگ تاوانی نیست که فقط بهادر به سوزه بپاش. ترس نشسته به دل همه پازن. طایفه دیگه پشت بهادر نیست، ساکته، فقط به پشتیبانی آسد محمد، وگرنه کاش قبول میکرد ملک بانو. باور کن حاضرم برم چادر سرخ. لازم نیست. نشنیدی ملک بانو چی گفت؟ اگرم پا بگذاری جای پای ما، این گره باز نمیشه که نمیشه. از حالا یار شاطر نیستی، بار خاطرش هم نباش. فقط همین. آفرین، مرحبا، هوشیاری. دوباره کت خدا شدن. خوشحال نیستی؟ هیچی از خوشحال نیست، همه از پاداش بزرگ حرف میزنن. حتی هم سنگ سالای تو هم؟ نه، اونا تو بزرگتر از سنت به نظر میاد. برای خودت مردی شدی. ببین سیفور، ممکنه اتفاقایی بیفته. برای شما؟ ای کاش که فقط برای من بود. باید آماده باشی، باید بری سفر، بری شیراز، هم درس بخونی هم در امان باش. در امان؟ ممکنه مدتی از هم دور باشی، ممکنه ما بریم سفر و چی میگی بابا؟ خواستم ببینم آماده یا نه. میبینم واقعا آماده. کت خدا آبروی طایفه است. درست میگی، درست میگی. برای دارون آبروی نمونده، دارون دیگه نمیتونه سر بلند کنه. ماشالله، ماشالله. از امروز به ما میخندن. حق میگی. شماها باید صحبت کنید، محکم حرف بزنید و بگید نمیخوایم. مرحبا، مرحبا. سرخو داره میاد، آماده باشین. سالار پسرم،
بیرون باش. دهانتون رو شیرین کنین جناب سرخو. با اجازه جناب سرخو سالا بیرون میمونه. نه بمونه. مگه نمیبینی بزرگ شده؟ خوبه که یه جوان بخواد جای بزرگا رو بگیره، عیبی نیست، ولی باید رو در رو بشه مثل مرد، نه این که پشت سر حرف بزنه. رو در رو میگم، گفتم که از خدایی که لباس زمین رو پوشه پناش میشه، کسی رنگی نداره. مرحبا. حق میگه. چیه؟ درست میگه. خدمتتون عرض کنم که زالر بزرم عزیز بابا کشتی کشتی بزرم ای نمک دارم. گفتی کامت شیرین کن ولی من لب نزدم، میدونی چرا؟ چون نمک بهرون تو اون پسر بی وجود دستی که فکر کردی برای برگشتون میشه خر مراد و سوار شد. لاغون مسخره بار پسر من میکنی؟ میام تو چادر سلام نمی کنید؟ به جایی کت خدا به من میگی جناب؟ حالا حساب اومد دستتون؟ نه؟ خدا خدا کشتی کشتی بزن. دل نبندین به گل یک روزه، بهادر رفتنیه، پاداش بزرگ. خان درخت کوهی میخواد، چاربیخ و استر مثل من. میدونه سرخو خیانت نمیکنه به ولی به ولی نعمتش. سرخو ترس نداره اصلا، هر کس کج بشینه درستش میکنه، هر کس هم چموشی کنه و جفتک بندازه با یه گلوله رامش میکنه. بس سلام. بزرم عزیزم، بزرم کنگم. بابا. بله. سیلاب همیشه
تند و پرخروش جاری میشه، همینطور تند گم میشه و جار جنجالش میخوابه. اما طایفه پازند مثل کوه پا بر جاست، به این لاف و گزافا اعتنا نمی کنه. بهادر الان کت خدای هشت طایفه است، وظیفش اینه که هر جا آب و زمینی به زور غصب شده یا به زور حقی ناحق شده بیسته و رسیدگی کنه. یعنی دارن میرن، معلوم نیست کجا. نه خبری نه مشورتی، هیچ، مثل که ما آدم نبودیم. پاداش بزرگ قرض خان، دست آخر طایفه‌ام هست. بهتر نیست حضرات با بزرگان طایفه برن دست بوسی و عذرخواهی؟ چرا کار نکرده رو گردن بگیریم؟ نه خبر داشتیم نه توصیه کردیم، خودش سر خود افتاد دنبال قالی. ما الان مثل کسی هستیم که مجبور روی لبه شمشیر راه بره، باید پشت هم و پشت بهادر بیستی، طوری که همچال سرخو جرأت نکنن رجز بخونه و میدونداری کنه. کنین بری منطقه خودتون. به دستور سرخو این منطقه شده مال دارون. سرخو چی کار است؟ سرخو همه کاره اینجاست. حرف داری برو به خودش بزن. گفتم جمع کنین بریم. اگه نرم بریم حتی بریم. میگم به سرخو دیگه نبینم ایتون اینجا. اگر حکم شما نبود جرأت میکرد با تیر و تفنگ بیرون بندازی این بیچاره رو؟ همین الانم اگر شما ادبش نکنی دم در میاره و فردا فلکم جلودارش نیست، فقط هم از سرخو حساب میبره. وای دستم میزوزه. خان نمیخوای ادبش کنی؟ حالا عجله ای نیست. هست خان، شما لباس زنانه تن من کردی و حکم کت خدایی دادی به بهادر. منم اطاعت کردم و هیچ نگفتم. همون لباس زنانه بکن تن این دوراب که این طور با شک به من نگاه میکنه، اون وقت ببین باز وفادار میمونه یا نه. چند تا تفنگ خوش دست بده به سرخو. چند تا؟ اونقدی بدین که بترسن لااقل. خودتون که بهتر میدونین پازنیا با تفنگ به دنیا میان و با تفنگ بزرگ میشن. نترس، مطمئن باش به اندازه ای هست که راضیت کنه. خان
که محک زدی و دیدی سرخو سرش بره نمیذاره حکم و دستور خان زمین بمونه. با مردای پردل و جرأت یک جمع فدایی برات درست میکنم که تو منطقه نظر نداشته باشه. نظیر همون. اون وقت نازشست من میشه پاداش بزرگ خان. گره بیفته به اون زبون هرزه تو. پاداش بزرگ دست خود منه، چه هست و چه نیست مربوط میشه به شخص خود من، میفهمی؟ بله. حد خودتو نگردار سرخو. خب خونت کثیف نکنه اینقدر. بهت گفتم راضیت میکنم. نگفتم؟ برو. چشم. ده جعب تفنگ، 10,000 تا فشنگ. کمتر از این باشه بهادر به هیچ میگیره. زیاد خان، زیاد اگر میخواید بهادر بترس و خیر سری سرخو به محک بخوره. درست، ولی دارونم باید در حد پازن به کار بیاد. ده جعب تفنگ بدید و 10,000 فشنگ، اما 7 جعبه مهرمون بشه. بالاخره باز میکنه. نفرمانی؟ البته جز سنگ چیزی پیدا نمی کنه اینجا. سنگ؟ آفرین، مرحبا. چکار میکنی؟ یا مرمان مسیر اصلی این آب میره منطقه بیچار. بیچارها آب ندارن به دام بدن. برای آب کشیدن با مشک باید برن پایین دره. خب ما خریدیم آب. به بوچاک پول دادیم، رشوه دادیم به سرخو، اونم با قلدری مسیر آب عوض کرد. غلطه، بگو غلطه. حالا؟ خب؟ نه بری رد کارتون. سلام کت خدا، خدا قوت کت خدا. 100 تا گلوله است، هدیه طایفه جوشار. گلوله است؟ برای قدردانی کت خدا. شنیدی؟ چی گفتم؟ جعبه های قرمز باز نمی کنی مگر با رخصت خان. فهمیدم، جعبه های قرمز باز نمی کنم مگر با فرصت خان. رخصت خان همون. هم گذاشتم برای اما خواهد خوش ساره بهش بده. باجز برو شمارش شروع کنید. اطاعت.
شمشیر خونریز دادی دست زنگی مست؟ زنگی مست؟ سرخو؟ شمشیرش اونقدرم خونریز نبود. برای قاشقاش خربوزم نبود. جعبه مشکیر باید بدی به سرخو. جعبه مشکیر؟ یادت نمیاد؟ شاهزاده‌ای که موش شد؟ سرخو اونقدرم بچه نیست. ببینیم و تعریف کنیم. اگر خون و خون ریزی را بیفته فتح‌الله خانم جلودارش نیست. سوغاتی آوردم براتو. جنگولی این جعبه ها 7 تاست. 7 تا از این جعبه ها مهرمومه. بذارینشون اینجا. باقیش هم بذارین اینجا. امشب جشن داریم. همه تون دعوت منی. آبنوس بانو یه دیگه همه مهمون منن امشب. غذای خوب درست کن. خوب بره بزن براشون زمین. کهره بزن زمین براشون. چی؟ کهره. آفرین کهره. آفرین. امشب خوش میگذرونی. برو من برو تفنگ ها مال منه. خان به هم داده با 10,000 تا فشنگ. اینا مخصوصه. خوب نگاه کنین یاد بگیرین. اینا اینجوری میذارین اینجا. یا نشون بده. اینجا 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 برو کنار. بذار اشتباه نکنین. جانگولی نزد، تفنگ زد. این تفنگا فرق میکنه. خب نازش هستت، این مال خودت. دست بوسم. به جانگولی بخشیدم و هر کدوم از شما هم یه تفنگ میدم به رسم امانت. فقط یادتون نره اگه همه یه هست و نیستتون هم بفروشین نمیتونین یه دونه از اینا بگیرین. جانگولی برو اون دوتای دیگرم باز کن. چشم. بیاین تفنگاتون رو برداری. برو کنار. بیاین بردار. بیاین بر. چی کار میکنی؟ بهت گفتم اینایی که درش قرمزه محرومه.
اینا رو باز نکن. هیچ کس نباید بره سراغ اون جعبه هایی که درش قرمزه. فهمیدین؟ بله. ما الان قلدرترین طایفه هستیم تو کل بحیرآباد. فقط فتح‌الله خان تفنگ و تفنگچیاش از ما بیشتره. عصب کنید. هیچ کس یا هیچ طایفه ای دیگه نباید جلوی ما قد علم کنه. هر چیزی رو که از ما به زور گرفتن به زور ازشون پس میگیریم. یه جایزه هم میخوام بهتون بدم، یه جایزه که اگه ببینین و بشنوین انگوش به دهن میمونین. اما این جایزه به کسی میرسه که جرأت کنه به کسی که من میگم تیر بندازه. حالا کیه مرد میدون؟ کی دل و جرأت داره؟ کی میتونه بیاد به میدون؟ جواب بدین! من جنگولی، این هفته جعبرم با همه فشنگاش انبار کن توی الماسک. اشکفت الماسک از این به بعد نگهبان داره. نگهبانشم یا خودتی یا یکی از این جوونا. به روی چشم. از این به بعد همه شما جوونا هم باید تیراندازای چیره دستی بشی، مثل خودم. جانگولی، هر کس که تفنگ گرفته از فردا میاد برای تعلیم. حساب تفنگارم داشته باش. به سرخو تفنگ و فشنگ دادن، زیادم دادن. بله؟ عرض کردم به سرخو تفنگ و فشنگ دادن، زیادم دادن. شاید لاف زدن. به چشم دیدن، زنای خودمون شنیدن صدای سور و تیر. دلگرم باشیم به خبرگیر. به منم رسیده خبر، لاف و گزاف در کار نیست. اونقدر هست که طایفه دارون غلبه کنه. تازه کت خدا نگفت سرخو جایزه گذاشته برای هر کسی که تیر بزنه به بهادر. اسم نبردن البته. بله، جز سر بهادر سر با قدر و قیمتی هست تو اینجا؟ بزرگان ببخشید، من یه کمی پاهم درد میکنه. اول از همه پدرزن عزیزم، احمد عزبی یه دیگه علی ناز. باجبات مبارکمون باشه. رسید پاداش بزرگ. پاداش بزرگ این نیز حضرات، ولی تجهیز سرخو هشدار میده به ما که پاداش بزرگ با سرنوشت کل طایفه گره خورده. احتمالاً مقدماتش هم شروع شده. اگر کردار ما پخته نباشه میبازیم،
و برای این باغ زیاد هزینه میکنی، خیلی زیاد. امید داشته باشیم به باغ. اگر حریف دست برداره و کوتا بیاد، فرض اینه که پیروز شدی جناب پیروز. تو همین مقدمات موندیم ما، چرا صلح نکنیم؟ با صلح کوتا نمیاد حریف، فقط خوشحال میشه که خیلی کم هزینه و راحت نابود کرده پاسدنو. چی خسته میشه؟ تا مرد نبینه که مرد نمیشه. تکون بخور بزغاله. این خان دوباره مسخره کرده تو رو. عمومش کن، بیا برو پی کارت. آب بکش دهنت پسر. خان هیچ وقت بهترین دوستشو مسخره نمیکنه. یه بار رخت زنه کرد تن بابای من، حالا هم به جای تفنگ سنگ داده تحویلت. چی داری میگی تو؟ میدونی این حرفت چقدر سنگینه؟ میدونی اگه این حرفت درست باشه خون و کسی هم دیده؟ نه هیچ کس. چه کنیم که پخته باشه کردار ما؟ باید محکم پشت سر کت خدا بیستیم و اعلام کنیم هر کسی جرأت بکنه تیر بزنه به بهادر، تو به کارش میکنیم. باید بترسن از انتقام. این طوری دامن میزنیم به جنگ و دعوا. اگر محتاط نبودیم خان انقدر سلاح نمیداد به سرخو. دشمنی ها خفته بود از وقتی بهادر هر چیزی رو سرخو کج کرده بود راست کرد، شعله کشید خاکستر. سرخو با تفنگ و فشنگ زورمند نمیشه، مرد جنگی میخواد و تیرزن. نگفتم که هیچ نشده خون را بندازیم؟ هم ما باید بترسیم از خون، هم سرخو. اگر این ترس نباشه حمام خون میشه اینجا. الانم تو این وضع صلح اونو جریتر میکنه. دستور خان آبروی خودتو تایفه رو بردی، نتیجهش چی شد؟ موسیقی
خودم با خان حرف میزنم. هیچ کس نباید از این ماجرا به او ببره. با هیچ کس حرف نمیزنی. خودت هم دیگه اینو دنبال نکن. دنبالشو نگیرم. سنگ تفنگ میشه؟ بهت میگم دنبالشو نگیر. خان بی دلیل کاری نمیکنه. فهمیدی؟ اینم دلیل برای بی‌آبرویی‌ت. آبروی منو تو بیشتر از خان بردی. چه جلوی اون خورشید لاجون نتونستی دووم بیاری. آبروی منو تو بیشتر بردی که حتی جرأت نکردی تو روی سالار در بیای. به حرفم گوش کن پسر. من به تو تفنگ دادم برای اینکه هر چیزی رو که میخوای به دست بیاری. حتی جان پسند. حتی جان پسند. حتی به زور. برو بیرون به زور. از اون خورشید رد شو. برو اون دختر رو تصاحب کن. فقط خورشید یا هر کس دیگه ای. هر کس دیگه. هر کس دیگه. حتی شده از تو حلقوم سرخو همون دختر رو بکشش بیرون. مثل یه قوچ مست باش. شاخ بزن. مرد باش. حالا شدی پسر سرخو. من تو رو اینجوری میخوام. پس هرچه چال کردید جایی بیارید بیرون. چه تفنگ چه پشنگ. از این طایفه ها هم جوشار و پوچاق و ماوی و سلطان مراد. بله تفنگ و پشنگ قرض بگیری. سرخو باید بترسه. اگر موافقید سرخو هر جا که انگوش گذاشت تفنگچی بگذارم. بله و اعلام کنی جواب گلوله گلوله است. اگر کوتاه نیومد میاد. اگر نیومد معلوم میشه ما با خان ترقی نه سرخو. البته باید به راه های دیگه هم فکر کنی. تا مطمئن نشیم نقشه حریف چیه راه به جایی نمیبریم.